بسم الله الرحمن الرحیم. ستوده باد خدایی که میبخشد بیدریق و دوست میدارد بیچشم داشت، خدایی که دانه را میشکافد و لبخند سبز و روشن جوانه را بر چهره عبوس و تیره خاک مینشاند، خدایی که از دانه نهال میسازد، نهال را درخت میکند و درخت را غرق شکوفه. ستوده باد نگاهی که در دانه درخت میبیند و در قطره دریا. سلام پرنده ها، سلام گنجشک ها، پروانه ها، کبوتر ها. سلام شمایی که در عشق پرواز میکنید، در عشق پرواز میکنید، در عشق اوج میگیرید و در عشق میمیرید. پر پروازتان خسته و ملول مباد. پیش از این گفتم اون چیزی که ما اون رو خود میپنداریم چیزی جز شخصیت یا پرسونالیتی یا پرسونا نیست. البته این بخشی از بازیه، بخشی از لیلا که ما اینطوری باشیم. یعنی وقتی میگم ما، نه اینکه این شخصیت یا هویتی که خود رو شخصیت یا هویت میپنداره، بلکه خود همین واقعیته که همواره راز میمونه، هیچ وقت فهمیده نمیشه، مفهوم نمیشه، همیشه راز. این راز بزرگ هستی خود رو شخصیت میپنداره. البته تبیینش ساده پیچیده است. ساده به این معنا که این کانشسنس بیکرانه بیشکل لوکالایزد میشه. این آگاهی بیکرانه، این علم، این حالا خیال خلاق به تعبیر ابن عربی، هر کسی اسمی گذاشته روش، تعبیری داده. نه که اونم میدونسته که حالا با این تعبیر کشف کرده فهمیده چیه، بالاخره این تعبیری برای این راز باید پیدا بکنه. این آگاهی بی محل لا مکان، این آگاهی بی زمان لا زمان، همون چیزی که هست و تنها چیزی که هست لوکالایزد میشه، یعنی یهو محل پیدا میکنه. وقتی محل پیدا میکنه میگه من اونی نیستم که تو این محلم، من همین محلم. وقتی او میگه من همین محلم، انگار که این محل میگه من منم. مثلا میاد در واقع تو محل یه شکل که ما به اون شکل، اون فرم، اون محل میگیم آدمی، یه آدم خاص. وقتی که در این محل لوکالایزد میشه، یعنی محلی میشه، محل پیدا میکنه، وقتی که میگه من این محلم، وقتی میگه من این محلم، انگار ما داریم میگیم من اینم، همین اینم، این شخصیت، این ساختار بادی مایند و روانی، روان روح و در واقع روان و همین ذهن یا فکرها، من همین مجموعه هم بخشیم بدنه، در حال که بدن محله، بخشیم ذهنه که ذهنم محله، اونم محله، بخشیم اون ساختار روانیه که شکل میگیره، یعنی ژنتیک و محیط شکلش میدن و دیگه گم میشه، این آگاهی گم میشه در این محل، تا اینکه این محل متلاشی میشه، آگاهی خود رو باز میابه. نه اینکه میگه من اینم، حالا فهمیدم که اون نبودم و همین حالا هستم و خب بریم پدر و مادرمون رو پیدا کنیم، کجا هستن؟ تو جهنم هم، تو بهشتن، سری بهشون بزنیم.
اگه تو دوزخ هم از بهشت مثلا میوه براشون ببریم، حالا گاه گاهی اگه تو بهشت هم ما تو دوزخیم، یه جوری اطلاع بدیم که سری به ما بزنن، ما که نمیتونیم بیاییم بیرون، حالا سرچ کن. یا گاهی اونا به ما مثلا ما تو دوزخیم میگن که چرا مثلا حالی از ما نمیپرسید، میگیم سرمون شلوغ اینجا از بس که لحو لعب هست که دیگه اصلا نمیرسیم بیاییم اونجا به عبادت و اینا بپردازیم، شما هم اونجا مشغول بشید. این آگاهی محل یافته به تعبیر شبستری در گلشن راز اونجا میاد میگه حالا منم من، و دیگه فراموش میشه که نه من اون آگاهی لا زمان و لا مکانم که حالا مکان و زمان پیدا کردم. حتی مکان و زمان امر واقعی نیست، با همین محل انگار واقعی میشه، اگر نباشه نیست. وقتی در این محل هست به اقتضای سائقه ها، غریزه ها، نیاز ها، انگیزه ها، انگیزاننده ها که هیچ کدوم هم دست این چیزی که ما بهش میگیم من و تو نیست، هیچ کدومش، پسند ها، پسند های ما دست ما نیست، رقم خورده، یعنی مثلا ما که گفتم، حالا شما اونطوری در نظر بگیرید، مسامحتا میگم ما، من و ما، ولی هیچ کدوم از این پسندها و غیره دست ما نیست، یه رقم خورده، از یه چیزی خوشمون میاد، از یه چیزی بدمون میاد، به اقتضای همون طبیعت و تربیت دست خودمون نیست. اگر ما میریم توی عطر و عطرکلون فروشی و از بین 500 یا 1000 عطر و عطرکلون از یکی از اونا خوشمون میاد، میگیم من اینو انتخاب میکنم، در واقع پیشا پیش انتخاب شده، چون قرار بوده ما از اون خوشمون بیاد. درسته که ما اون عطر یا عطرکلون رو انتخاب میکنیم، ولی اینکه از کدوم خوشمون بیاد رو که ما انتخاب نکردیم، قبل از ورود به اون عطر فروشی و عطرکلون فروشی رقم خورده بوده. بنابراین اگر کسی اون پسند ما رو لحاظ بکنه میدونه که ما کدوم عطر یا عطرکلون رو انتخاب میکنیم، ولی ما میگیم نه، ما انتخاب کردیم، یعنی این آزادی رو داشتیم، اختیار رو داشتیم از بین 1000 عطر و عطرکلون یه دونه رو انتخاب کنیم، ولی نه، ما همون یه دونه رو انتخاب میکردیم، هیچ فرقی نمیکرد، میرفتیم اون رو برمیداشتیم. به هر حال گفتم این حقیقت میاد میشه شخص، بعد وقتی میشه شخص و خودش رو گم میکنه در این محل، دیگه یه چیزایی برایش مهم میشه، یه چیزایی مهم نمیشه. میدونید چجوری میخوام بگم؟ میگم که اون جهلی که میگم مال من و تو نیست، اون به عمد فراموش کردن خود کانشسنسه، که خوبی که فراموش کنه. شما اگر تو خواب ببینید لاک پشت شدید، فرض کنید یه شب تا صبح خواب ببینید لاک پشتید، میرید تو لاک پشتا میگردید، خب دلتون نمیخواد که فراموش نکنید که با شما یه آدمی یه جایی هم خوابیدید، توی آپارتمانی، توی مثلا زعفرانیه، دوست دارید فراموش کنید، واقعا فراموش کنید، چون میدونید که بعدش بیداریه دیگه، بعدش بیدار میشید. یعنی میخواید از یه چیزایی بترسید که لاک پشتا میترسن، از یه چیزایی واقعا خوشتون بیاد که لاک پشتا خوششون میاد، رو ماسه ها به سختی راه برید، بعد نمیدونم تو آب به راحتی شنا کنید، اینطوری میشه دیگه، دوست دارید این باشه. بعد اگر هر بلایی هم سرتون بیاد، آره شما درد میکشید، ناراحت میشید فلان، اما در پس زمینه ذهنتون
ساعت گذاشتید سر زنگ که صبح ساعت مثلا 6 7 زنگ بخوره شما بیدار شید، بعد ببینید الا که پشت نبودید، ولی چقدر ناراحت شدید، چقدر گریه کردید، اومدید دیدید تخماتون رو مرغابی خوردن، عشق ریختید مثلا، بیدار میشید ای بابا سر چه چیزایی ما ناراحت بودیم. ما اگر میدونستی مثلا یه جوری دیگه میشد اوضاع، آره یه جوری دیگه میشد اوضاع، ولی قرار نشه، قرار نشه. به همین دلیل شما وقتی موضوع بیداری رو تعقیب میکنید انقدر این بازی ظریف و زیرکه که شما رو از اون طرف میندازه تو بازی، یعنی یواش یواش بیداری رو میکنید یک امر ذهنی، یک کار جدی، انگار که یه موجی میخواد بالاخره به دریا بشه، من بالاخره دریا میشم. خود این باز ماتریکس دیگه، خود این بخشی از همون بازیه، هیچ فرقی نمیکنه که موجی که اصلا دریاست، موجی که وجود نداره، میگه من یه روز میخوام دریا بشم، دریا بشم، دریا بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم. این هم بخشی از قصه است، دریا هستی، اصلا خود دریاست که میگه میخوام برم دریا بشم، خود دریاست میگه میخوام برم دریا بشم. اون چیزی که عارفان متوجهش میشن همین نکته است. وقت برعکس این موجی که میگم میخوام برم دریا بشم، ولش کن تماشا رو، ولش کن تفریح رو، ولش کن لذت رو، ولش کن رقص و شور رو، هیجان و قلیان و اینا رو ولش کن، که این میشه خودش میشه همون تله بازی که خود دریا دوست دارم اینطوری باشه. اونور میبینید نه، یه جور دیگه ای میشه، نه یه جور دیگه ای میشه برای اون، یعنی آگاهی وقتی در همین محلی رو به خودش واقف میشه یه جور دیگه است، میگه، میخنده، گریه میکنه، در میامیزه، حرکت میکنه، میرقصه، شعر میگه، شعر گوش میده، یعنی میخواد همه دنیا رو زندگی کنه در یه محلا. او این حقیقت همین حالا داره همه دنیا رو زندگی میکنه در تمامی محلها، اما وقتی که در این قالب بیدار میشه یهو میخواد همه جهان رو زندگی کنه در همین محل، همه جا. ببینید ما ها معمولا برای همون بیداری و عرفان و غیره از همین منظره ایگو نگاه میکنیم، بعد هم یه چیزایی برای ما ارزشه، ما اگر عارف بشیم چه شود، ما شاید ما عارف شدیم مثل عالم باز عیاش شدیم. کی میگه نه، ما عارف شد عیاش شد دیگه، اصلا کشیش بود، خیلی کم کشیش بود، کلیسا داشت بلان، معلوم نیست، شاید هم عابد زاهد بشه. من گفتم بستگی داره به همون شرطی شده که یا یه اون قالب که چه واکنشی نشون بده. شاید هم رفتیم مثلا توی کوه، اونم کوه هم ما همونطوری نیستیم که مثل بودا بریم دامنه یه هیمالیا، میریم درکه صبح تا شب قلیون میکشیم، معلوم نیست، بالاخره یه کار نمیدونیم. ما از منظر ایگو نگاه میکنیم به حقیقت و میگیم اگر برفرض ما عارف بشیم، پیشا پیش تصمیم گرفتیم، پسرمای من نوجوان بود، ریشم در نیاورده بود، رفت یکی از همین مدارس تهران، اون موقع تب طلبه شدن اینا بود، اسم نوشت، شروع کرد جامع المقدمات شروع کرد، تازه شروع کرده بودم اون خط اولو، ما دیدیم یه روز اومد یه وسایلی از این ریش تراشی و غیر خریده، گفتم اینا چیه؟
گفت اینا برای زدن زیر ریشه مثلا. نمیدونم که هنوز یه دونم بودن نیاورد به صورت. گفت نگفتم در آوردم بزنم. او از حالا داره فکر میکنه عالم شده ریش و فلان. بعد اصلا نرفت دیگه. یه چیز دیگه ای شد. ما پیشا پیش همین مسائل کوتاه کردن ریش و نمیدونم شانه کردن اون و اینا رو گرفتیم بدون اینکه ریش در آورده باشیم. یه تصوری از عارف شدن داریم. عارف اینطوری شدن گریه گریه گریه. خب چرا؟ شاید خنده شدی، شاید اصلا شدی خنده، شوهرت هم بیرون کرد تو رو، اصلا گفت نمیخوام این سبک مغز شده از وقتی عارف شده. معلوم نیستش که نه همه جمع میشن دور من بعد میان. شاید اینطوری نشه، نمیشه اینا رو گفت، اصلا هیچی نمیشه گفت. بنابراین ممکنه وقتی شما از منظر ایگو نگاه میکنید به بیداری و حقیقت و غیره، وقت یه چیزایی برای شما ارزش بشه که اصلا نیازی نیست شما عارف بشید اونا رو داشته باشید. همین الان میتونید داشته باشید، همین حالا هم میتونید گریه کنید، هم میتونید خودتون فرو برید، هیچ کس آدم حساب نکنید، اخم کنید، یک سر ذکر بگید، نمیتونید بگید. به خاطر همین هم هست یه و شما میاد سراغ این کارها چون این تصوری از عارف دارید، میگوید آتمان عارف اینطوری بود ما پسند. بعد وقتی اون کارها رو انجام میدید فکر میکنید به بیداری رسیدید، حالا دارید حقیقت خود رو زندگی میکنی، یعنی باز از اون من میفتید تو تله بازی و قرارم است که شما بیفتید تو تله بازی. اگه خیلی 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 هم دقیق و ظریف باشید باز میفتید تو تله بازی، چون بیداری رو حقیقت رو ذهنی میکنید، با ذهنتون میرید سراغش. این یک امر وجدانیه، یعنی شما وجدان میکنید، هستید، وجدان میکنید، هستید. و اگر احساس کنید بهشی رو رسیدید چون کسی نیست که به چیزی برسه، باز افتادید تو تله بیداری و رسیدن و غیر و غیره. من رسیدم، من برام. بنابراین وقتی این آگاهی در یک محل خود رو وجدان میکنه، یعنی خود رو محل نمیدونه، وقت از اون محل کل جهان رو زندگی میکنه. همین الان داره این کار میکنه ها، نه اینکه حالا چیزی نیست قرار هست بشه، نه، چیزی که هست یافت میشه که این تویی که داری کل جهان رو بازی میکنی و همین حالا داری این کار رو میکنی. به دوستی اینو میگفتم، گفت خب اگر منم پس فردا بگم خورشید از مغرب در بیاد، من این ایگوه، اون اینطوری فکر نمیکنه، چون این برای تو یک فضیلته، این قدرت برای تو فضیلته. قطعا تو اگر بتونی دستور بدی خورشید از مغرب در بیاد، یه پوست هندونم زیر پای یکی میندازی، یه نفرم میزنی، یه نفرم اینطوریه، همسایتون به تو یه روز بد کرده، ماشینشو پنچر میکنی همینطوری بدون میخ. باعث میشه یکی زخم معده بگیره، یکی دیوونه بشه، یکی نشستی داری اخبار نگاه میکنی، یه تصمیم میگیری کاری کنی اخبارگو دریوری بگه، خب مزه میده دیگه، کیف میده از لحاظ اخبارگو یه کاره. یا مراسم تحلیف ریاست جمهوریه، یه کاری میکنی رئیس جمهوری چیز دیگه بگه، حرفای کلاه قرمزی رو بزنه، این کارها رو میره میفتی تو همین کارا دیگه. گرچه ذات داره همین کار رو میکنه،
تو نمی کار رو نمی کنه دیگه، همه دارن نری نری میگن خیلی هم این اخبار حرفای جدیه، حکیمانه یه آدمانه یه فلان نیست. برای وقتی که این آگاهی در این سیما، در این بدن، در این محل خود رو باز میابه، وجد زیستن همه جهان. و البته چون این عالم به تعبیر مولانا بر ستون غفلت و جهل و حماقت و ظلم بنا شده، کان الانسان و ظلوما جهولا، ظلوم جهول یعنی خیلی دیگه نفهم و نمیدونم ظالم، خلق الانسان و حلوه دنباله، یعنی افزون طلبه. از این کان الانسان رو یه جایی نشده تعریف کنه کان الانسان رو، یه آدم فهمیده هم خلق کردم. همه یکی از اکثر هم لایش ارون، بیش اکثر بیشور هم. حالا اینه کی میگه به؟ از زبان کی میگه؟ ببینید قصه های قرآن جالبه از این منظر که خدا حرفای خودش رو میذاره دهن موجودات خیلی ریز. اصلا اونجایی که سلیمان داره میاد با وزراش تو اون باغشون داره قدم میزنه، میاد سلیمانه دیگه، حرکت میکنه، میاد پشتش وزرا دارن میان، یه تعداد مورچه از لونه اومده بودن بیرون، اول بهار بود اومده بودن کارشون رو بکنن، خاکا رو بریزن بیرون، ترتمیز کنن، خونه تکونی کنن، لونش رو درست کنن. دیده بود سلیمان داره میاد درست از همون را. خب مورچه هم چی؟ مورچه کارگر داریم، مورچه سرکارگر داریم، مورچه ناظر داریم، مورچه ملکه داریم، مورچه سرباز داریم، مورچه ها مختلفن. اون یکی سرپرستی اینا رو بوده داشت مورچه یا به مورچه ها به زبان مورچه ای. خب سلیمان هم همین زبان ها رو بلد بود دیگه، به زبان مورچه ای گفتش که زود برید تو لونه، چون یه 50 قدمی سلیمان و وزراش فاصله داشتن، برید توی این لونه چون یه عده دارن میان، این همون لا یشعرون شعور ندارن، پاشون بزرم شما. از دید این مورچه سلیمان شعور نداره با اون وزراش، میبینی تو بعد سلیمان بایی میسته تکیه میده به از با اون چوبی دستی که داشت و شروع میکنه خندیدن. همراهانش میگن چرا میخنده؟ میگه که میدونی چی گفت این مورچه به همراهش؟ اینو گفت، بعد بیراه هم نگفت. سلیمان هم خب آدم کارآفرینی بود، شوختر بود، کارآفرین بود، عاشق پیشه بود. اصلا این واجبین رو سلیمان ساخت دیگه، اونم چون عاشق بلقیس شده بود، بعد بلقیس رو دعوت کرد به کاخش سلیمان، بعد کاخ یک کاخ اختصاصی ساخته بود، بعد سنگ فرش اونو در واقع سنگای خیلی صیقلی مشکی گذاشته بود مثل آینه، بعد گفته بود بلقیس رو بیارید که مثلا هیبت کاخ رو ببینه و اینا، اونم در واقع یه جورایی دل ببنده به من. اونم داشت میومد، خب دامن پوشیده بود دیگه، خیلی هم کوتاه نبود دامنش، مثلا چشمای سلیمان تیز بود. یاد داشت میومد زیر دامن او منعکس بود توی این آینه، و چون اونجا دیگه اصلا ایش اون زمان اصلا اپیلاسیون نمیدونستن چی هست، سلیمان دید که خیلی اوضاع بده، آخه اینقدر زیاد. بعد دستور داد که ماده‌ای بسازن، اختراع کنن که بدن به بلقیس که خودش رو در واقع نظافت کنه، که او هم
گرفت و نظافت کرد از نتیجهشم راضی بودم. قرار و مدار برای اینه که حالت باشی تو همین تله ذهنیت، یعنی آگاهی دوست داره اینو، همونطور که تو وقتی خواب میبینی یک لاک پشتی دوست نداری وسطاش بفهمی که نیستی تو فلان کسی، نه تو آدم بزرگی هستی، تو رشته کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد رودهنو داری مثلا، اینطوری اصلا قرار نیست. اما نه، چرا هرکس کارشناسی دانشگاه آزاد رودهن رو داره خودشو میگیره، باور کنید چند تاشون هم اینجا اومدن شاگرد ما بودن، اصلا هیچ کس آدم حساب نمیکردن، دیدم اونجا چه خاصیتی داره، چی بخورده اینا میدن، چی میریزن تو قضای دانشگاه، هیچ کس آدم حساب نمیکردن. من فلان سلیمانشون موچه ها میگن، ای کاش از یاد میبردی بلکه یه چیزی میدونستی اینکه اونا رو به یاد بیاری. حالا بگذن، وقتی شما یعنی اون حقیقت در همین محل خودش رو میابه، اون وقت میخواد همه جهان رو زندگی کنه، ولی همه جهان از طرفی میخواد که او رو توی این بازی نگه داره. همه جهان، ببینید یک امر رو فراموش نکنید، شما اگر علامه دهرم باشید که نیستی، همون در حد کارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن اگر باشید، اگر علامه دهرم باشید، از یه طرف جهان بسیار فریباست، فریبنده است، فریب میده و باید اینطوری باشه، اصلا ساختارش برای این. تو آیات قرآنی هم اشاره شده دیگه، انما الحیات الدنیا فلان و فلان. و از طرفی ساختار تو به گونه ای که به غایت طالب فریب خوردنی، این دوست داری فریب بخوری، تو میگی یعنی چی قدسی من از فردا نرم دنبال کار، نرم دنبال پول، نرم دنبال فلان، نرم دنبال قدرت، نرم فلان، تو اینه داری میگی؟ یعنی اینه؟ اینطوری میگی دیگه؟ یعنی تو هم میخوای که، نه اینکه اینا بد باشه، برو هرچی بیشتر بهتر، اما تو هم به غایت طالب فریب خوردن، این جهان هم به غایت فریبا فریبنده. اینه که تو علامه دهرم باشی نمیتونی از این روزن سوزن با این همه بار با 17 تا شتر و بارش رد شی. تو میخوای این کار رو بکنی؟ یعنی تا این حد دشواره، ولی یه جایی ممکنه یهو یه اتفاقی بیفته، یه چیزی اشتباه بشه، اشتباهی وجود نداره، حالا بعد فرض به طنز میگم، یهو این آگاهی حاصل بشه. من همین آگاهی بیکرانم که الان توی این محلم، چون بیکرانم در همه محل ها هستم، اما در همه محل ها محدود شدم به همون محل و تو اون محل میگم من، اینجا میگم من، اونجا هم میگم من، اونجا هم میگم من، اونجا هم میگم. از این محل به خودم تو اون محل میگم تو، منطقه از اون محل به خودم میگم من، همون منی که اینجا میگه من، این من با اون من هیچ فرق نمی کنه، اینجا میگم تو. بعد وقتی یهو خود رو در همه جا و همه کس میابی، چون
بی جا و بی مکانی، بی شکلی، بی صورتی، لازمانی میابی، یه وجدی تو رو میگیره که زندگیت به رقص در میاد، به رقص در میاد و معلوم نیست این حرکاتی که انجام میدی به کجا منتهی میشه. حالا اونش مهم نیست دیگه، اصلا مهم نیست برات، مهم اینه که تو حالا داری جهان رو زندگی میکنی، نه این هویت کوچولوی به غایت لایشعورون که هیچی نمیدونه، هیچی نمیفهمه، نه نمیتونی این همه رو زندگی میکنی، همه جهان و همه جهان هم میخوان تو رو بکشونن بیارن تو همین محل و بهت بفهمونن که نه تو غلط میکنی که پا تو از این محل بیرون بذاری، پدرت رو من در میارم. همه اینو میگن دیگه، شما از همه طرف اینو میشنوی، از طرف مردم جامعه، از طرف خانواده، نمیدونم همسر، فرزند، غیره، پدر، مادر، تو غلط میکنی. چقدر پدرها به بچه هاشون گفتن تو غلط میکنی، تو غلط میکنی، هی تو غلط میکنی. ترس، ترس، ترس. یه خانم اومده بود برای مشاوره خصوصی پیش من، بوده 40 سالش بود، چه مثل بچه از پدرش میترسید. گفتم پدر چند سالشه؟ گفت 72 سال. گفتم چیزی هم دیگه نمونده که چقدر میترسید، هنوز هم ازدواج نکرده، یک کسی رو میخواد، 15-16 سال اونو میخواد ولی پدر رو راضی نیست، اینم مونده 15-16 سال وقت. او حالا برید ازدواج، بذار ازدواج کنه، حالا چه اتفاق میفته؟ نه پدر لج کرده، نه تو غلط میکنی، با اینم به شدت میترسید. همه اینو میگن. ببینید، شما وقتی میخواید جهان رو زندگی بکنید، توی این جهان میلیاردها ستاره و سیاره هست. خب یکی از این میلیاردها ستاره و سیاره پدر توست، مادر توست، فرزند توست، همسر توست، مردم اجتماعی تو هستند، نمیدونم فلان، دوستان تو، قوم و خویش، یه دونه سیاره بین این میلیاردها میلیارد سیاره، یه دونه. جهان تنها اون ستاره یا سیاره نیست، جهان میلیاردها ستاره و سیاره داره و این آگاهی میلیاردها ستاره و سیاره رو زندگی میکنه. اینه که اینجا حالا عارف به تعبیر مولانا لاابالی جلوه میکنه. برو لاابالی کثافت بیداره میشه دیگه، لاابالی فوشه. ولی مولانا تو یکی از غزلیات لاابالی، لاابالی هی میگه یه بیت آخر مصرع دوم، لاابالی لا، من لاابالی هم. او خودش میگه من لاابالی هم، میگه نه نفرمایید استعداد دارم، نه تو کی هستی به اون میگی، خودش داره میگه دیگه، نه خواهش میکنم شما شکست نفسی نفرمایید، میگه من لاابالی هم. لاابالی یعنی I don't care، لاابالی یعنی I don't care، مهم نیست، مهم نیست، پدرتو من در میارم، اینطوری میشه دیگه، مهم نیست. اینجا دیگه تو از منظر حقیقت نگاه میکنی به خودت در همه شکلها و صورتها، خودتو میبینی در همه شکلها و صورتها. بعد اون وقت حتی اگر کسی باشه که بخواد پدر تو رو در بیاره، اصلا پدر نداری که در بیاره، و تازه پدر از کجا میشه در آورد؟ اینجوری میاد به ذهنتون دیگه، اصلا این جمله معنای محصلی داره؟ نه. یا مثلا یکی شما رو تحسین میکنه، شما اینجا از منظر حقیقت کسی کسی رو تحسین نمیکنه. تحسین کردن یعنی چی؟ تحسین کردن یعنی اینکه، یعنی این وقتی تحسین میکنه شما نه زیاد میشید نه کم، شما همونی که بودید هستید، نه زیاد نه کم،
هیچ اتفاقی نمیفته وقتی کسی شما رو تحسین میکنه، هیچی. ولی تو ماتریکس قراره این خیلی مهم باشه، یعنی تو دنیایی که ستونش قفلت خیلی مهمه. وقتی کسی شما رو تحسین میکنه، معنی محصلش اینه طرف حالش خوبه، حال خوبی داره الان، تعریف میکنه یا مسته یا خرید یا حالش خوبه. ولی تقبیح میکنه، نه چیزی از شما کم میشه. وقتی تقبیح میکنه، این شما رو تحسین نمیکنه، یعنی طرف حالش خوب نیست. معنیش این میشه ها، یعنی وقتی ما میگیم به خود نگیر، اینطوری نیستش که شما به خود بگیرید بگید مثلا نفس بکشم به خود نگیرم. شما بدتر به خود گرفتی. نه، اینجا دیگه معنی حقیقی جمله ها آرام میفهمد. این تحسین نیست، طرف میگه حالم خوبه، خوب خوبه، خدا رو شکر، خوشحالیم، یعنی حال تو خوبه، خب برش خودت میبری دیگه. یه جایی هم که شما رو تقبیه میکنه یا بدتون رو میگه اینا، اون طرف حالش خوب نیست. آه ای کاش حالش خوب بشه. ولی شما دیگه به خود نمیگیرید، یعنی چی؟ یکی به شما میگه چقدر زیبایی، یعنی حالش خوبه، نه اینکه شما حالا زیباتر میشید. یا یکی به شما میگه چقدر زشتی، یعنی حالش بده، یعنی الان حس خوبی نداره، حالش بده. وگرنه شما با گفتن اینکه تو زشتی زشت نمیشید، همینی هستید که هستید، همینی میمونید که هستید. ولی شما یهو برای این جمله ها چنان ارزشی قائل میشید که حاضر میشید بهای سنگینی براش بپردازید و میپردازید. ما یه قومخیشی داشتیم، میگفت مثلا شما، ما بچه بودیم و اون گفت شما بیایید بریم این برون برون با هم هر جا میریم، شما مثلا بگید که فلانی تو چقدر شبیه فردینی. بچه اونو کارم میکرد، کارخونه، پول داشت، مجرد هم بود دیگه، پول. بعد ما هم هر جا میرفتیم، هنوز هم اینطوری، هنوز هم اینطوری. بعد میرفتیم و گفتیم که مثلا حاجی تو چقدر شبیه فردینی. بعد گفت یکی اونجا مشنوروز بقالی داشت، میگفت مشنوروز نوشابه باز کن، در ایدا نوشابه باز کن. ما چقدر نوشابه خوردیم بچه بودیم، ما رو میبرد که اینجوری بگیم. نه، گفتن این نه او رو فردین کرد، نه از فردین بالاتر، نه از فردین پایینتر. ولی پولش حروم شد، هرچی کار میکرد تو کارخونه مساعده میگرفت، اون تو میگرفت ما میخوردیم، ما هم که سیری نداشتیم. یه بار میگفتیم که نه ما مثلا سوسیس تخم مرغ میخوایم این روز، گفت پاش میدم شما فقط بیای. بعد ما میرفتیم، فرض کن یه دختری رو دوست داشت، دختره از این بالکن داشت نگاه میکردیم، با این سر گفت بگی حاجی تو چقدر فردینی. اسمش حاجی بود، نه مکه نرفته بود چون سنش افتضاح نمیکرد. یه نگاهی به اون دختره میدم، بعدم عاشق اون دختره بود دیگه، رفت بود از این ضبط و صدا خریده بود، نوار عهدیه هم گرفته بود، این عهدیه رو میذاشت، بعد این ضبط رو میذاشت رو شونهش. حالا تو فیلم مثلا فروزان میخونده، مثلا خاطر خات میدونم، خاطر خواهی روز، بعد اینو بلند میکرد ضبط از این سر کوچه تا اون سر کوچه، از اون سر کوچه تا همزاد پنداری با شخصیت اون فیلم، انگار این دختره داره اینو میخونه برای این، یعنی خودش رو تو متن اون فیلم میدید. یعنی شما اینطوری نگاه میکنید دیگه، اینی که یک فرض کنید عارف اصلا برای بهبه چهچه دیگران یا تقبیهشون یا فوششون یا تهدیدشون وقعی نمیذارن، نه به خاطر اینکه اونا این کار رو فضیلت میدونن، نمیتونن بذارن، نمیتونن،
نمیدون. یه جایی از شما چه تعریفی کردن؟ کجا کجا؟ خب یکی حالش خوب بوده دیگه. یه جایی بودیم بعد شما رو گفتم. یکی حالش بد بود. اینقدر آدم ها از حالشون بده، اینقدر آدم ها از حالشون خوبه. اینه که یواش یواش یک سکوت قشنگ، یک سکون مشاهده میشه اینجا. سکوت و سکون. حتی اون عارف اینو برای خودش فضیلت تلقی نمیکنه. بنده عارفم، بنده استادم. آقا شما کی هستید؟ بنده اختیار دارید آقا. بنده آخه روم میشه بگم. بفرمایید. حمله بر خود ستایی نشه خواهشم. بفرمایید. که بازش عارفم چند سالی. همه اینا که میگم عارفیم، اینو به زبون بی زبونی دارن همینو میگن، همینو میگن. یعنی با دست پس میزنن، با پا این تعریف ها رو میخوام پیش میکشن. نه خیلی هم خوششون میاد، دوست دارن. بعد همه جا هم میشین میشنوید که فلانی تنها بود و یک فرشته آمد و مثلا پای او رو بوستید و کفشش رو جفت کرد رفت. و از بس که وارسته بود هرگز به کسی نگفت. حالا همه میدونن مگر اون فرشته رفته باشه به همه گفته باشه، چون این تنها بوده دیگه، کسی که نبوده ببینه، این تنها بوده دیگه. ولی همه میدونن. از کجا میدونن؟ چقدر از این قصه ها شنیدید؟ کم شنیدید؟ یه بارم نپرسیدید خب این اگه تنها بوده چطور همه متوجه شدن؟ یا مثلا به کسی گفته که بهش اطمینان داشته که او به کسی نمیگه. میشنیدید؟ میشنوید. شما هم که اشتباه میگید. میشنیدیم گذشته است. میشنوید. خیلی میشنوید. گفتم شما اگه علامه دهرم باشید جهان فریبنده است. شما هم دوست دارید فریب بخورید و میخورید. از منظر حقیقت شما از اون بر میایید به دنیا، اصلا از اون بر اومدید به دنیا. شما اصلا جسم نیستید، شما روحی در یه سفر زمینی. همین جسم نیستید که در سفر آسمانی باشید. جسم فرمه، همون روح، روح یگانه در سفر زمینی. اومدید زمین. واسه چی اومدید زمین؟ واسه اینکه حال کنید. فان. نه من اومدم اینجا کامل بشم برگردم. ما کامل هم بودی، هستی، برم نمیگردی، جایی هم نرفتی. شما روحی در سفری زمینی. و اینجا، اینجا یعنی ببینید ما جهانهای موازی داریم بی نهایت. خدا اگر بتونه بی نهایت جهان بیافرینه، متفاوت نیافرینه، میافرینه دیگه. نمیتونه بیافرینه، چرا؟ پس آفریده. نتیجه میگیریم بی نهایت جهان موازی داریم. یکیش و این جهان توی حواس پنجگانه ما و فاهمه ما اینگونه جلوه میکنه.
توی فاهمه ما این گونه جلوه میکنه، یعنی اینطوریه، وگرنه اینطوری هم نیست. یعنی این مونیتور اینطوری نشون میده، داده های حس رو میگیره، تو بخش خاکستری منزینه رو کنار هم میذاره، میگه شاید چیزی به نام جهان این گونه باشد، بر اساس مشهودات، مسموعات، ملموسات و غیره شاید باشد و اون این چنینیه. یکی از جهان است، تازه اون جهانی که منعکس در آینه فهم بشری، که قطعاً چون این جهانی وجود بیرونی هم نداره، تو ذهن ماست، این جهان تو ذهن ماست. شما میگید نه بیرون از ذهن من هست، بفرمایید بیرون از ذهنتون ببینید هست یا نه. شما میتونید از ذهنتون بیایید بیرون؟ هیچ وقت نمیتونید بیایید بیرون ببینید هست؟ قطعا نیست. یعنی ذهن ما و دستگاه ادراکی ما، حواس ما مشارکت داره در آفریدن چون این جهانی، و جهان رو اینگونه میآفرینه که الان داریم تجربهش میکنیم، و ما اینگونه تجربه نمیکنیم. روحی که در سفر زمینی اینگونه تجربه میکنه واسه چی اینجاست؟ حال کنه، فان، هدفی داره. این ذهن تو میگه، اینی که هی تبلیغ کردند و به یاد دادن آموخته شدی اگر نداشته باشی پس آدم آتل و بیکاری، به درد نخوری، موفق نیستی، به پسر عمت نگاه کن، به دختر عموت نگاه کن، اینطوری یادت دادن دیگه. ولی نه، هیچ کاری نداره، فقط در سفر، و این سفر براش فانه. وقتی میگید آخه برای چی واسه من فان نیست، من دارم درد میکشم، من رنج میبرم، همین درد تو، رنج تو فانتره برای اون، چون همون لاک پشت است تو خواب خیلی جدی گرفته، جدی نگیره که فان نیست. میری یه طرفی پای میسته میگه بلش کن، بذار همین تخمشون بذار، باز میرم میخورم. اینطوری میگه دیگه، ولی نگرانه کجا رو بکنه، چکار بکنه. اینطوری نامش هست، اینا فانتره. آره، نگرانی های ما، مایی که نیستش، البته مسامحتا میگم تو زبان، نگرانی های ما، ترس های ما، رنج های ما، درد های ما، پدر تو در میارم های ما، همه اینها فانه. فان، فان، فان. یکی از بچه های کلاس، هنوزم میاد کلاسمون، خوشبختانه امروز نیستش که این دفعه کرد، اوی چشکی میریخت. بودم چی شده؟ گفت بودم بگو بگو، یه مقدار آب بخور تا اعصاب بیاد. بگو گفت برای مادرم اسنپ گرفته بودم، اسنپ اومد سر کوچه، مادرم اومد بود این چه اسنپ گرفتن توست، ارزی اسنپ گرفتن نداری. بعد گفتم چقدر دور بود؟ حدود 50-100 قدم مثلا، پس کنه این کوچه، اون کوچه، همین کوچه بنبست دیگه، 50 قدم اونجا وایساده، نیومده اینجا، و ما هم گاهی میریم اونجا وایساده ناراحت میشیم. چی گریه میکرد مادرم؟ گفته تا کی تحقیر، تا کی عذاب، تا بیل کنم مادرم. با مادرش زندگی میکرد، اینو گفتم جدا کردن، آپارتمان جدا گرفتن، با خودش زندگی بله. وقتی اینطوری میشه این داره عشق میریزه، زار میزنه، فانه. منی که باز از منظر ایگو دارم به این نگاه میکنم، برای من فانه، در مقام مشاورم هستم، فانه، لذت میبردم. من داشتم میخندیدم، ما هم رفته بود گفته بود، گله کرده بود، من زار میزدم، مسیحا میخندید، من نه واسه چی؟ این چه جور مشاوریه؟ بعد متوجه شد و اینا، الان میگه حالا میفهمم این چه مشاوریه. من گریه میکنم اون میخنده.
بله، تو همون روح یگانه ای که در سفر زمینی هم هستی، البته در سفر تمامی جهانهای موازی هستی، یکی از جهانها اینجاست. حالا تو جهان رو زندگی میکنی، این جهان میلیاردها ستاره و سیاره داره، میلیون ها میلیارد ها خورشید داره، او بی نهایت سیاه چاله داره، همه چی داره. تو همه رو زندگی میکنی، نه یکیش رو، یه ستاره و سیاره که حالا ستاره و سیاره درخشان خانواده توست، پدر و مادر توست، فرزندانه. مثلا بعضی دیدید خب تمام من زندگیم رو فدای فرزندانم کردم، و بی خود کردی. تو مثل هر حیوان دیگری بالاخره باید یکی دو تا طوله می آوردی، خب آوردی، تمام شد وظیفه، این تمام شد. خب این هم مثل هر حیوان دیگه به حکم غریزه، سائق هایی که دست تو نیست، نه هی صرف حفظ کرده، بزرگ شدم. خب دیگه شدم، تمام شد، رفت. مثل هر حیوانی باید ول کنی برم. هنر نیست، فضیلت نیست، یه اتفاق میفته دیگه. میاری حفظ میکنی، اینم دست خودی تو نیست. من برای این، برای این اینجا، هیچ گربه ای نمیگه من اومدم اینجا چهار تا بچه گربه بیارم و دیگه هیچی. نه، بچه گربه آوردن یه امر جنبی حاشیه‌ایه، میاد و میره. گربه با اون گربگیش گربگی میکنه. ما با این حالا آدمیت هیچ وقت آدمیزاد درستاوی نبودیم. یعنی چیزایی که فضیلت نیست و فضیلت کردیم، نه فضیلت نیست. بله، تو باید مهربان باشی که طبقه هستی، طبقه همین غریزه هستی. مثلا این مادر مهربان، کدوم مادره که مادری حقیقتا مهربانه که هر بچه ای رو مثل بچه خودش بدونه، وگرنه هر گربه ای بچه گربه خودش رو حفظ میکنه، با بچه های گربه دیگران اصلا محل سگ نمیذاره. یعنی هیچ بچه گربه دیگه ای رو طول سگ هم حساب نمی کنه. و این مهربانی که فضیلت نیست، این غریزه است. حکم غریزه داره این کارو میکنه. ترس تمناست و هم مخلوط میشه، این واکنش رو نشون میده. اونی مادر مهربانه که هر بچه ای رو بدون استثنا، بدون قید و شرط، بدون کم و زیاد بچه خودش بدونه، این بچه خودش. نه تنها هر بچه ای رو، هر بچه گربه ای رو. تو داری تو خیابون میری، بچه خودتو میبینی گوشی خیابون افتاده، ای خدایا چی شده، چه بلایی سرت اومده، بری میری کنارش، بغلش میکنی، چی شده، فلان شده، با از حال رفته. اینطوری هستی دیگه با بچه های دیگه، اینطوری اون طبق غریزه از فضیلت نیست. با همسرت هم همینطور، طبق غریزه از ترس و تمنا، اصلا فضیلت نیست. با پدر و مادرت هم همینطور، با دوستات هم همینطور، همینجا همینطور، فضیلت نیست. منتها وقتی تو حقیقت خودت رو زندگی میکنی، نمیتونی جز این باشی. یعنی تنها بچه های دیگر رو، این بچه گربه رو اونجا وای. مادرش یا رفته زیر ماشین یا بالاخره یه چیزی شده، این هم تنها نگاه میکنه به تو. اون نگاهش به تو آزمونیه برای بیداری تو، آزمون بیداری تو. از همینطوری رد شدی رفتی، تموم شد. آخه استاد اینایی که میگید دشواره. بله، بله دشواره، برای ایگو دشواره، ولی برای حقیقت دشوار نیست. حالا اینو من نمیدونم به طنز گفتن یا به چی،
تو همین تذکرت الاولیا درباره عارفی سخن میگه که رفته سر زمین کشاورزی یه مقدار سبزی و اینا خریده، گذاشته توی این دستمال و همش رو آورده خونه، بعد باز کرده دیده 7-8 تا مورچه این تو هست. اینا رو بود لونه‌شون اینجا بوده، اینا رو برداشته با احترام دوباره بسته آورده اونجا، این رو رها کرده برگشته. ما میگیم چقدر احمد بوده این. وقتشو میذاشت شعر حفظ میکرد، وقتشو میذاشت فلسفه میخوند، وقتشو برای یه کار مهمتر خرج میکرد. وقت این نمیشد که عطار تذکرت الاولیا دربارش حرف بزنه، میشد ما که هیچ کس درباره ما حرف نمیزنه. هیچ کس چی بگن درباره ما؟ ما میخوان صحبت کنم. این درباره او کسی بود که مثلا هرگز بینی خود را نزد میهمان بالا نکشید. عجب، این تو تذکرت الاولیا هم بیارن. نه، یه قومخیشی ما داشتیم، چون خودش هم فوت کرد، شوهرش هم فوت کرد، من دارم میگم اگه زنده بودن شاید نگفتم، نمیگفتم اینو، ولی هر وقت میخواست شوهر از شوهرش تعریف کنه میگفت شوهر من گابه، میخواست بگه مثل بره میمونه. این بلد نبود، این ضرب المثل رو بلد نبود، این اصطلاح رو فکر میکرد گاب آروم و سر به زیره، میگفت شوهر من گابه، یعنی مثلا چشمش به زنهای دیگه نیست و اینو سرش. بعد وقتی میخواست تعریف کنه ازش میگفتش که یه بار نشد سفره رو پاک نکنه، همیشه سفره رو پاک میکرد. این بدبخت آمد سفره پاک کرد رفت. حالا شما برای تو تذکرت الاولیا بنویسید، چه فایده داره؟ نمیگم این کار خوب نیست، خوبه. بعضی از شوهران پیدا میشن احمقن، ظرف میشونن کمک میکنن. وقتش رو صرف کارهای مهمتر نمی کنن، حالا یکی نداره، ولی آخه تو بیای و اینه، اینه این شد. واقعا اینطوری زندگی کرد، همین بود. یه سوپری داشت میرفت سوپر، تا شب دیر وقت برمیگشت و بعد میرفت و برمیشه سفره پاک میکرد. به زنش هم گفته بود حق نداری ظهر غذا خوردن بچه ها سفره رو پاک کنی، من باید فقط من قدسی جون برادم. هم زنه مردم، شهره مردم، و الان تجزیه شدم رفتم. این حقیقت وقتی خود رو در محل میابه جهان رو زندگی میکنه، نه فقط سفره رو پاک کنه که اونم خوبه، ولی جهان رو زندگی میکنه. وقتی تو جهان رو زندگی میکنی، زندگی دیگه رقصه، واقعا رقصه. یعنی تو جز موسیقی نمیشنوی، فقط موسیقی میشنوی. یعنی همش موسیقی، حتی موسیقی سکوت رو تو میشنوی به وجد میایی. این گونه است که تو هیچ چیز رو شخصی نمی کنی، چون شخصی وجود نداره، هیچی رو شخصی نمی کنی. این گونه است که تو به همه چیز گره میخوری، به همه چیز، به همه کس گره میخوری. یعنی گره میخوری، گره ذاتی ها، یعنی خودتی، خودتی. اینجا چیزی میمیرد و اون همون تویی که فکر میکنی هستی، اون میمیره برای همیشه. بابا سنگ قبرشو بذار، چهار تا توف هم به جای فاتحه بندازش بره، سنگ قبرش بذار. یک بار باید بمیرید تا برای همیشه زندگی کنید. موتو قبل انتموتو، این یه بار رو اگر نمیرید هیچ وقت
طعم حقیقی زندگی رو نمیچشید. تا موقعی که این هست و هنوز نمرده، شما مجال زندگی کردن نمیابید. اون زندگی که من ازش صحبت میکنم، اون حیات، اون یه صدر بی منتهاست، یه عشق بی قید و شرطه، یه فیضان یعنی شفقته، جوشش شفقته، جاری شدن شفقته. و شفقت وقتی میجوشه اصلا فکر نمیکنه به کجا داره میره، چشمش وقت فکر نمیکنه کجا رو باید سیراب کنه، میگه به خدا من نظری ندارم، من فلان ندارم، آدم خوبی نیست که بهش مهربونی کنم. چشمه اینو میگه، آدم خوبی نیست که کام تشنش رو سیراب کنم. آدم خوبی بود؟ آره. حرفی نداشتم؟ نه، فقط بجوش بجوش بجوش. به تعبیر جبران خلیل جبران، مثل درختان مرد که خیلی خوشبوند در دامنهای کوههای لبنان که رایحه خود را به دست باد می سپارند، بدون اینکه در نظر بگیرند که کدامین شام آنها را استشمام خواهد کرد. وقت رایحه حقیقت شما پخش در هوای زندگی، اصلا فکر نمی کنید به این که کی چی گفت، کی چی کار کرد، چی شد. فقط شفقت، 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 عشق بی قید و شرط، نگاه بی قضاوت، نگاه بدون تفسیر، فقط حضور. متشکرم.